این هفته پاک کردن سابقه، وزیر و فیسبوک، ماه شهرها و فیل پرنده. حمل غیرقانونی مواد مخدر تبعات داره. در آمریکا تا همین اواخر اگه کسی با ماریجوانا دستگیر میشد ممکن بود محکوم بشه. ولی الان استفاده تفننی از ماریجوانا یا همون وید یا علف در بعضی از ایالت‌های آمریکا آزاد شده. در نتیجه کسانی که قبلا به این علت محکوم شده بودند میتونن درخواست بدن که سوء سابقه شون پاک بشه. مشکل اینجاست که این فرایند کند، طولانی و هزینه بره. در نتیجه کسانی که وضعشون خوب نیست نمیرن دنبالش و باید با همون سوء سابقه زندگی کنند. اما حالا به گزارش همکارمون دیولی، یک الگوریتم هوش مصنوعی به همین منظور ساخته شده که به چنین افرادی کمک میکنه که سابقهشون رو پاک کنند. آنتونی ترنر یکی از صاحبان این کافه کوچیک در بیرون لس آنجلسه. همین کافه کوچیک برای آدمی که در نوجوانی چند بار محکوم شده بود و 12 سال از عمرش رو در زندان گذرونده بود، دستاورد خیلی بزرگیه. بعضی از اتهام‌های دوران نوجوانی آنتونی بابت ماریجوانا بوده و بعد از این همه سال همچنان سابقه کیفریش بلای جونشه. شما اگه در ناحیه لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا محکوم شده باشی، گواهی پرواز پهپاد یا حتی نگهداری از سگ هم نمیتونی بگیری، چه برسه به اینکه سرپرست بچه بشی. پسر من الان 15 سالشه. نمیتونم مربی تیم فوتبال خودش و دوستاش بشم برای اینکه سابقه دارم. آنتونی آخر هفته ها جلسه هایی برگزار میکنه که اسمش رو گذاشتن درمانگاه پاکسازی. آدم هایی که سوء سابقه دارن میان اینجا که رایگان کمک بگیرن ببینن چطوری میتونن سابقه شون رو حذف یا کم کنن. هزینه این برنامه از محل قانون جدیدی که ایالت کالیفرنیا سال 2016 تصویب کرد تأمین میشه. طبق اون قانون، ماریجوانا برای همه ساکنان این ایالت آزاده و کسانی که قبلاً به جرمی مرتبط با ماریجوانا محکوم شده بودن میتونن درخواست بدن اون محکومیت از پرمندشون پاک بشه. البته اینجور مراکز همونقدر که ضروری‌اند پر درد سر هم هستند. آدمی که میخواد سابقهش پاک بشه باید حضوری بره به ساختمان مربوطه، وکیل‌هایی رو که آخر هفته ها رایگان کار میکنن ببینه و کلی فرم پر کنه که پر کردنشون واقعا وقت گیره. به همین خاطر گروهی در سان فرانسیسکو دارن سعی میکنن راهی پیدا کنن که کل این فرایند خودکار بشه. کد برای آمریکا یه سازمان غیرانتفاعیه که طرز فکر سیلیکون ولی رو با فرایند قانونی ترکیب کرده. مهندس‌های این مؤسسه یه الگوریتم محشر ساختند که خیلی سریع پرونده‌های ماریجوانا رو می‌گرده و مواردی رو که حذف سوء سابقه شامل حالشون میشه پیدا می‌کنه. حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت طول می‌کشه که یک وکیل پرونده کیفری یه شخص رو بررسی کنه. گاهی ممکنه یه ربع طول بکشه. یعنی در بهترین حالت هر 15 دقیقه یه پرونده. ولی با الگوریتمی که ما نوشتیم، دادستانی می‌تونه هزاران پرونده رو در چند دقیقه بررسی کنه. اتفاق انقلابی و بی‌سابقه‌ای که افتاد این بود که دادستانی ناحیه سان فرانسیسکو پذیرفت از این فناوری استفاده کنه. در عرض چند دقیقه 9362 پرونده رو که این قانون شامل حالشون میشد پیدا کردند. قدیمی ترین مورد مال سال 1975 بود. قرار یه قاضی به زودی حکم پاک کردن همه این پرونده ها رو صادر کنه. ما با این جنگی که علیه مواد مخدر راه انداختیم طی سالها به جمعیت انبوهی صدمه زدیم. وقتی میگم ما، منظورم نظام قضایی کیفری به طور کلیه. من شخصا حس میکنم وظیفه دارم جبران مافات کنم و به نظرم این فرایند برای کم کردن فاصله با کسایی که به حاشیه روندیم مهمه. دست‌اندرکاران کد برای آمریکا امیدوارن این نوع فناوری نه فقط در دستگاه قضایی که در حوزه‌های دیگه‌ای که شهروندان به ویژه طبقه محروم کمک احتیاج دارن به کار بیاد. جمعیت انبوهی در این کشور به حمایت واقعی نیاز دارن تا اگر زمین خوردن بتونن دوباره سر پا شن. نظام قضایی نباید طوری باشه که آدم‌ها رو بکشه پایین و بندازه توی یک چرخه محتوم فقر و زندان. چند هفته پیش دولت محلی لس آنجلس اعلام کرد برای بعضی کارها از الگوریتم کد برای آمریکا استفاده می‌کنه. تخمین زده میشه که فقط در همین یک ناحیه سوء سابقه حدود 50,000 نفر به سرعت پاک بشه.
وقتی پرونده داری خیلی از درها روت بسته میشه. اگه سوء سابقه رو پاک کنن ممکنه بعضی از این درها دوباره روی آدم باز بشه. میخوام فقط از شر این خلاص شم. پروندم پاک شه. برم دنبال یه زندگی بهتر از اینی که الان دارم. اگه بشه اسمشو زندگی گذاشت. همین که فکر میکنم مجرم نیستم حالم بهتره. البته فعالان مدنی معتقدند مشکل با پاک شدن سوء سابقه حل نمیشه، اما قدم بزرگی در جهت درسته. واقعیت اینه که دادستانی و دادگاه‌ها و قاضی‌ها زیر بار پرونده‌ها له شدن. این الگوریتم‌ها میتونه فرایند رو ساده و سریع کنه. شما تصور کن الگوریتم 500 هزار خط داده رو در کمتر از 90 ثانیه میخونه. عصر ما عصر فناوریه و کارها باید با استفاده از همین فناوری انجام بشه. وقتی میشه کارهای حکومت رو سریع کرد، بیت المال رو حروم نکرد و امنیت عمومی رو بیشتر کرد، چرا که نه؟ اصلا سوال نداره. سوء سابقه کیفری بحث پیچیده و بحث برانگیزیه. هیچ الگوریتمی نمیتونه اختلاف نظرهای موجود در جامعه در مورد برخورد با قانون شکنی رو حل کنه، حتی قانونی که دیگه وجود نداره. هستند کسانی که معتقدند سابقه کیفری نباید پاک بشه. حرفم به اونایی که میگن تقصیر خودته اینه که به خودشون نگاه کنن و از خودشون بپرسن دلشون میخواد بابت کارهایی که کردن بخشیده بشن یا نه. هیچ وقت از کسی تقاضای بخشش کردن یا نه؟ برای اینکه این فرایند هم همینه. داری تقاضای بخشش میکنی، نه از یک فرد خاص، از کل دنیا میخوای که ببخشد. بر پایه آمار رسمی تقریباً 1/3 جمعیت افغانستان به اینترنت دسترسی پیدا کردند و رقم کاربران فعال اینترنت به 10 میلیون نفر رسیده. اکثر این کاربران از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و فیسبوک از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های اجتماعی رایج در این کشوره. به رغم این پیشرفت، دولت افغانستان اخیراً هشدار داده اگر فیسبوک از قوانین محلی افغانستان پیروی نکنه، فیلتر خواهد شد. کاوون خموش در سفر به کابل از شهزاد آریوبی وزیر مخابرات افغانستان پرسیده که مشکل حکومت این کشور با فیسبوک چیه؟ ما که فیسبوک یک مشکل داریم از این خاطر که ما دو دفعه، یک دفعه در واشنگتن رفتیم رایشون صحبت کردیم، یک دفعه در کالیفرنیا و ما و قیمی سعی بودیم که رایشون صحبت کردیم. ما از فیسبوک تقاضا داشتیم که باید اکثر وقت اینجا مردم جلی اکانت جور میکنه یا غلط استفاده میکنه، یا مردمی هست بازی تروریست است یا بازی مردم است بزدی یا قوم یا مذهب یا دیگه باز سایت ها است او را استفاده میکنه، او را باید اجازه نده، او را باید بسته کنه. همکاری هم صورت گرفته، خود چیزی که ما تقاضا داشتیم او را نشده. شما در یک بخشی از اعلامیه ای که صادر شد از طرف آدرس وزارت مخابرات آمده که باید کسایی که مثلا فیسبوک میخوان ایجاد کنن باید کارت هویتشون رو بدن و مشخصاتشون دقیق باشه، واقعی باشن. فکر نمیکنین این جان افراد خطر بندازه در کشوری مثل افغانستان که هر روز خطر وجود داره؟ نه خیر، ولی فعلا که هستم و هر کس، مثال ما به نام خود ما فیسبوک جور کردیم، اما هر کس ما رو میبینه جناب رئیس جمهور به نام خود چی جور کرده، ده این خطر شده. اگر کس میخواد که در شبکه اجتماعی بره، اما اصلت شما چیز کنه ضرور خونه است که تو جلی اکانت جور میکنی، هر چیزی که دلتان میشه امور پخش میکنی، خب بسیار غیر قانونی است و غیر اخلاقی است. یک نفر مثلا میخواد در یک جای ناامن افغانستان یک صفحه داشته باشه که اگر این هویت خود مشخص بسازه شاید جانش خطر افتاده. در بسیاری موارد مردم نمیتونه در انتخابات کارت بگیره. شما فکر میکنید یک نفری که مثلا در هلمند یا قندار یا زابل یا قندوز ششته و میخواد فیسبوک استفاده کنه، برازیل روی حل است؟ اگر میخواد به نام دفتر جور کنه، به نام ارگان جور کنه، به نام یک چیز بود که اگر درست معلوم میخواد باشه، ولی ضرور نیست که کس این شخص معلوم نیست یک اکانت جور میکنه باز هر چیز که دلشون میخواد بوره دمو پخش میکنه. خب غیر اخلاقی است، خب هیچ وقت اجازه نمیده. یک طرف امو جان عظیم آدم اگر خطر است، دیگر طرف امو مقابلش هم چقدر فامیلایشان بیچاره در خطر است. مثال که امارات دبی دادیم و اونجا هیچ کسی اجازه نمیده که جلی اکانت جور کنه یا کدام پست کنه که به ضرر امنیت چیز هستن یا غیر اخلاقی. خب امارات یک مثال، یک نمونه میتونه باشه که آزادی های فردی و آزادی بیانش بسیار محدود است. شما میخواین اون مدل دنبال کنین؟ نه، اینجا بحث دموکراسی، بحث آزادی بیان نیست. بحث این است که چطور بدانیم ام مردم ما مسئول باید باشه. شما فکر میکنین که موفق شوین بعضی از کارهایی را که میخواین روی فیسبوک اعمال کنین یا اینکه او را بر اساس قوانین محلی تغییر بدین؟ در فیسبوک اگر ما میخواییم تنها
تنها باز مردم نمیتونه که را ببینه در افغانستان، تنها براون سنگش هم میتونه بند کنه. در فیسبوک ما دسترسی نداریم و سیستم در دست خودشان است. در موارد گذشته من اگر اشتباه نکنم افغانستان فقط در چند مورد محدود فیلتر وضع میکرد. فعلا چه مواردی را در بر میگیره؟ ما امو اینترنت که هست از طریق برنامه اینترنت اکسچنج پوینت که لوکالایز شد ما اولی میتونیم سم صحیح فیلترینگ کنیم، اما هر وبسایت یا هر شبکه اجتماعی هر چیزی که بخوایم که یا غیر اخلاقی است یا ضرورت نیست یا مثال به ضرر افغانستان است یا به ضرر کلتوری ما است ما میتونیم که او را بسته کنیم. چه موارد شامل میشه؟ شما اگر بخواین فیلتر کنین کدام موارد مشخصا فیلتر میکنین؟ خب اما چیزی که مطابق قانون افغانستان است که دولت برای ما قانون که برای ما اجازه داده ما را فیلتر کرده میتونه، مشکل نیست برای ما. مواردی بوده که دولت افغانستان از شما خواسته باشه که بعضی از وبسایت ها را یا بعضی از کاربرا را شما یا از بین ببرین یا ای که فیلتر کنین؟ ای تو چیز نیومده، خو اگر چیز است غیر اخلاقی است یا مثال به ضرر مردم افغانستان سمور ما منظور من است که چه کاتگوری های را شامل میشه فیلتر های شما؟ خوب اما قانون یا قوانین یا طرز عمل دولت چیز است. ما خوب یک ارگانی هستیم که او را عملی میسازیم. تکنیکی ما مسئولیت از این داریم، باز از دولت هر چیز که برای ما فرامین اومد ما او را عملی میسازیم. آقای عربی، بحث اینترنت و بحث تکنولوژی یک موضوع بسیار مدرن است و هر روز تغییر میکنه. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم تغییرات در حال آمدن است. شما چطور میتونید این تغییرات بر وفق قانونی که هر روز تغییر نمیکنه عیار کنین؟ خب قانون یک چیز است، مثلا قانون حکومت در الکترونیکی او که شد باز تکنولوژی نو میآید، باز او که تاثیر نمیکنه. منظور من این است که اگر میخواین شما مثلا یک سری چیزا رو فیلتر کنین، یک سری رو مثلا اجازه نتین که مردم بهش دسترسی داشته باشن، شما گفتین بر اساس قوانین افغانستان این کارو میکنیم. چیزای مدرن چطور بر اساس قوانین محلی میتونه عیار شوه؟ در تکنولوژی اپدیت میشه، یک تکنولوژی نو میآید، با چیزی که در قانون است با زیاد تغییر نمیکنه. مثال خدمت ما را براتون میگم، خدمت ما است با تکنولوژی نو که میآید مطابق همون تکنولوژی باز او را عیار میسازیم. این هفته در پی افشای نصب بدافزار جاسوسی روی گوشی‌های بعضی از کاربران واتساپ، این پیام رسان از کاربرانش خواسته تا اپ‌هاشون رو بروز کنند. واتساپ 1,500,000,000 کاربر داره و گزارش شده که نرم افزار جاسوسی از راه دور روی بعضی از گوشی‌ها نصب شده. شرکت چینی وان پلاس از گوشی هوشمند جدید وان پلاس 7 پروش رو نمایی کرد که به یک دوربین مخصوص سلفی و نمایشگری فوق‌العاده سریع مجهزه و ناسا اعلام کرده که در سال 2024 اولین زن روی ماه گام خواهد گذاشت. این کار جزو برنامه آرتمیس خواهد بود، خواهر دوقلوی آپولو، پروژه قبلی فرستادن انسان به ماه. رویترز گزارش کرده که آمازون قرار ربات‌هایی رو به کار بگیره که قادرن هر ساعت 600 سفارش رو بسته‌بندی کنن. در گزارش اومده که این ربات‌ها جای 1300 نفر رو در انبارهای آمازون در سراسر آمریکا خواهند گرفت. آمازون اعلام کرده که این فناوری با هدف افزایش ایمنی، سرعت بخشیدن به زمان انتقال کالا و بهبود کار در حال آزمایشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آنچه او حفاظت از شبکه‌های کامپیوتری آمریکا در برابر دشمنان خارجی خوانده، وضعیت اضطراری اعلام کرده. این فرمان آقای ترامپ شرکت‌های آمریکایی را از استفاده از فناوری‌های ارتباطات راه دور خارجی که تهدیدی امنیتی برای این کشور تلقی میشن منع کرده. در این فرمان نامی از هیچ شرکتی برده نشده، اما به نظر میاد که شرکت هواوی هدف اصلی این دستوره. در همین حال در بریتانیا شرکت وودافون گفته برای راه اندازی خدمات نسل پنجم خودش از تجهیزات هواوی استفاده خواهد کرد. دولت بریتانیا گفته در حال بررسی سیاستهاش در مورد 5G. و در پایان برندگان برنامه جهانی آموزشی اکسپرایز مشخص شدند. دو گروه قرار این جایزه 10 میلیون دلاری رو بین خودشون تقسیم کنند. کیتکت اسکول و وان بیلیون با 3000 کودک در روستاهای سراسر تانزانیا کار کردند. اونها برنامه‌های خودآموز برای کودکان طرح کردند که بهشون کمک می‌کنه خوندن و نوشتن و مهارت‌های ابتدایی ریاضی رو یاد بگیرن.
سال 2040 میلادیه و اینجا شهر مونولی، جدیدترین شهر گیتی. اینجا 1000 نفر زندگی میکنند. بنا، مهندس، کشاورز، پزشک و غیره. هر سال بیش از 10,000 نفر میان بازدید. خیلی باحال نه؟ فقط یک سوال مهم مطرحه. چجوری به اینجا رسیدیم؟ مونولی رویای کسی که قبلا تو این برنامه دیدیمش. شرکت آیسپیس ژاپن یکی از گروه‌هایی بود که در رقابت گوگل اکس پرایز شرکت کرد. گوگل 20 میلیون دلار به اولین گروهی که تا پایان مارس 2018 میتونست یک کاوشگر رو روی سطح ماه فرود بیاره جایزه میداد. هیچ گروهی به موقع به نتیجه نرسید، ولی بعضی از پروژه‌ها همچنان ادامه دارند. تیم اسرائیلی همین اواخر به ماه رسید ولی روی سطح ماه سقوط کرد. شرکت آیسپیس هم اونطوری که من در بازدید اخیرم از مقرشون در توکیو دستگیرم شد، هنوز دست از تلاش نکشیدن. حتی قصد دارن کارشون رو گسترش هم بدن. ما کاوشگر رو ساختیم. الان داریم روی سیستم فرود کار میکنیم. آیسپیس بودجه اضافی گرفته که اولین کاوشگر ژاپن رو روی سطح ماه فرود بیاره. قرار اولین نمونه سال 2020 با یک راکت اسپیس ایکس در مدار ماه قرار بگیره. دومی سال 2021 فرستاده میشه و دو کاوشگر رو روی سطح ماه فرود میاره. اینجا ایستگاه هدایت روور یا سطح نورده. من همه چی میتونم روی این نمایشگرها ببینم، از جمله تصویری که از دوربینش میاد و به طرز جالبی با این دم و دستگاه هدایت میشه. این واحدها رو میشه به صورت آهنربایی به هم چسبون، هر کدوم یه کاری رو انجام میدن. برای مثال این برای تنظیم مسافتی که باید بره، این یکی برای سرعتشه و این یکی جهتش رو تعیین میکنه. من میتونم تمام فرامینی که میخوام بدم رو اول اینجا تنظیم کنم و بعد این دکمه رو بزنم تا فرمان اجرا بشه و اون حرکت انجام بشه. امیدوارم پیش از عملیات یک سری علامت روی این کنترل ها بذارن. در این پروژه هم مثل همه پروژه های فضایی چند عملیات اول در واقع گام های کوچیکی برای آزمایش فناوری، اما این همه سرمایه گذاری اضافی احتمالاً به خاطر برنامه‌ای که آیسپیس در آینده میخواد اجرا کنه. دانشمندان اخیراً کشف کردن که ممکنه یک شبکه تونل زیرزمینی در ماه باشه که روزگاری پر از مواد مذاب آتش فشانی بوده. از راه غارها یا اسکایلایت ته دهانه‌های آتش فشانی میشه به این تونل های مذاب رسید. ممکنه توی این مناطق همیشه سرد و تاریک یخ پیدا بشه. آیسپیس میخواد این دوتا کاوشگر رو بفرسته ببینه یخ پیدا میکنن یا نه. برنامه آیسپیس اینه که با شبکه‌های رباتی یخ رو پیدا و استخراج کنه و بعد با الکترولیز کردنش سوخت موشک تولید کنه. اگه چون این اتفاقی بیفته میشه صنعتی روی ماه ایجاد کرد و در نهایت از ماه به عنوان پایگاهی برای رسیدن به نقاط دورتر منظومه خورشیدی استفاده کرد. خب برنامه‌تون برای آینده چیه؟ ما معتقدیم ما پله اول توسعه فعالیت‌های فضاییه. نظر ما اینه که برای خلق چنین دنیایی اول باید یک اقتصاد فضایی ایجاد کرد. اما حتی گام‌های اولیه هم پرمسئله است. مثلا کاوشگرایی که اول میفرستن اگه به سلامت برسن به ماه باید سریع دست به کار بشن. هر روز ماه به اندازه 14 روز زمین طول میکشه. بعدش به اندازه 14 روز زمین تاریکه و دما انقدر پایین میاد که کاوشگرها تا وقتی دوباره روشن بشه دووم نمیارن. ولی از طرف دیگه همین مشکلات و سختی هاست که پیشروهای فضا رو به هیجان میاره. در این مورد خاص هم ابدا باعث نشده آیسپیس از رسیدن به ماه منصرف بشه. فصل جدید فیلم های پرفروش داره نزدیک میشه. فکر کردیم در برنامه هفته نگاهی بندازیم به تلاش شگفت‌انگیزی که برای ساختن دنیای یکی از مهمترین فیلم های کودکان امسال، یعنی دامبو، انجام شده. دامبوی تیم برتون با سازی کارتون کلاسیک والت دیزنیه. فیلمی که گاه پردازش یک تک فریمش 36 ساعت طول کشیده. And now,
اول کار که من به گروه اضافه شدم، سوالم از خودم این بود که دامبو قرار چه ریختی باشه، چی کار کنه؟ محدودیت‌های عملی و ملاحظات طراحی که باید در نظر بگیریم چیه؟ و البته اینکه تیم چجوری میخواد شخصیت دامبو رو به تصویر بکشه؟ تیم دنبال تصویری بود که کاملاً واقعی باشه. ولی چون دامبو عادی نیست، با جهان واقعی همخونی نداشت. در نتیجه تصمیم گرفتیم در موقعیت واقعی فیلم نگیریم. قرار شد همه چی رو روی صحنه بگیریم و نور رو هم در طراحی صحنه کنترل کنیم. مهم این بود که به جز طراحی این شخصیت دلنشین و مظلوم با اون ابعاد غیر عادی، جهان پیرامونش رو هم طوری طراحی کنیم که به ظاهر و شخصیتش بخوره. انیمیشن دامبو بی نهایت ظریفه. همه چیز بی نهایت کنترل شده است. تمام احساساتش از روی چشمهاش معلوم میشه یا از حرکات ظریف بدنش. بنابراین چشمهاش خیلی مهم بود. خیلی زمان برد تا چشمهاش همونی بشه که باید باشه. اصولا ما وقتی فیلم میگیریم سعی میکنیم تا جایی که میشه تصویر ضبط کنیم. فایده لباس دامبو این بود که مثلا بچه‌ها میتونستن بهش دست بکشن. ولی برای اینکه این تماس بچه‌ها و دامبو درست از آب در بیاد، باید تصویر کامپیوتری کاه رو هم بهش اضافه میکردیم. مثلا جایی که دستهاش رو پاک میکنن، یا اونجا که برای اولین بار دامبو رو میبینن و از قطار میفته بیرون. اول یه بدل آوردیم که از روی اون شیب قلب خوره بیاد پایین. ولی بعد ناچار شدیم یه حجم عظیم کاه درست کنیم که از اون استفاده کنه و روی سر و بدنش سر بخوره. صحنه‌ای که آب داره هم همینطور. با کامپیوتر مقدار زیادی کف و آب درست کردیم که روی دامبو اضافه بشه. یه تعداد عنصر کاربردی هم ضبط کردیم. مثلا از کف جلوی یه پرده سیاه فیلم گرفتیم برای اینکه اون کف رو بدیم به تیم متخصص هامون که در پردازش نهایی بتونن به تصویر اضافهش کنن. Welcome to the Medici Family Circus. Where anything is possible. Not just Dumbo but also the adult elephant show. They all فقط دامبو نبود. همه فیل‌های بزرگ فیلم هم کلی کار داشتن. یعنی گروه انیمیشن اول یه استخوان‌بندی خیلی خوب از فیل می‌ساخت که مفصل‌هاش تکون بخوره و حرکتش تا جایی که ممکنه طبیعی باشه. بعد یه عضله می‌اومد روی استخوان و بعد پوست. و همه اینها باید با هم در تعامل باشن. یکی از نکاتی که در این فیلم برام خیلی مهم بود این بود که ظرافت حرکات پوست یک فیل رو در بیاریم. چون پوست فیل عجیب شلو آویزونه. هر قدم که برمیداره پوستش کش میاد و دوباره جمع میشه. در هر کدوم از این کش اومدنها و جمع شدنها به اشکال مختلف چین و چروک میخوره. و ما میخواستیم هر طور شده این جزئیات رو نشون بدیم. اینه که در نهایت مجبور شدیم یه شیوه کاملا جدید برای بازسازی پوست ابداع کنیم. در بخش آخر برنامه اومدم شرق لندن تا کمی از این دنیا دور بشم. سلام به آدر وولد محصول دریم کورپوریشن خوش اومدین. لطفا همراه من بیاین. اینجا یک مجموعه واقعیت مجازی با یک فرق بزرگ. به محض اینکه وارد یکی از این 14 اتاقک بشید و دم و دستگاه رو به خودتون وصل کنید، منتقل میشید به آدر وورلد یا جهان دیگر. من از یه جزیره سر در آوردم. هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم. واو، چه سرسره‌ایه. یه جوره عجیبیه. خیلی باحال اینجوری وارد بازی شدن. حسن اینه که توی اتاقک تنها باشی اینه که محیط قابل کنترله. یعنی وقتی وارد یک فضای جدید یا شرایط محیطی جدید میشی، لرزاننده های زیر پات و چراغ های حرارتی بالای سرت و پنک هایی که توی اتاقک تعبیه شده، دما و بقیه شرایط رو جوری تغییر میدن که با همه حواست بودن در اون محیط رو تجربه کنی. حس کلم احساس گرما میکنم جایی که خورشید به میخوره و یه حس خیلی خوبی داره. به عبارت دیگه آدر وورلد راهیه برای اینکه چند بازی واقعیت مجازی مختلف رو یک جا بازی کنیم، از بازی‌های بکش بکش گرفته تا تجربه‌های آروم‌تر و دلپذیرتر. ولی اینجا به جای اینکه بازی جدید رو از فهرست بازی‌ها انتخاب کنی، وارد اون جزیره میشی، درست مثل پارک‌های بازی که مسیرها و فعالیت‌های مختلفی دارند. وای!
واقعا احساس میکنم خوردم به یه جایی. در حال حاضر 16 بازی ارائه میشه. تیم آدرورد میخواد کاری کنه که در آینده بتونی امتیازهایی رو که تو بازی میگیری بیرون بازی توی بار خرج کنی. بازی من البته در سطحی که ترجیح میدم همیشه توی اتاق دربسته بازی کنم و کسی من رو نبینه، ولی برای اونایی که بازیشون خوبه این گزینه هست که بازیتون رو با کسانی که توی اتاقهای دیگه هستند همرسانی کنید. اما کار آدرورد تموم نشده. همچنان دارن روی محصولشون کار میکنن. کار پژوهش و توسعه توی یک کارگاه همین نزدیکی انجام میشه که البته زرق و برق اینجا رو نداره. ما مدام کارمون رو بهتر میکنیم. چیزایی رو که مخاطب دوست نداشته میذاریم کنار. ایرادها رو برطرف میکنیم و به طور خلاصه کارمون سیال و پویاست. همین الان این بغل یه جعبه صدا داریم که مردم صبح تا شب میرن توش و نظرشون رو میگن. تا حالا حدود 1,000,000 پوند روی آدرورد سرمایه گذاری شده. کار جدی و حسابیه، ولی از اونجایی که یکی از اولین مراکز بازی واقعیت مجازی در بریتانیا است هنوز نمیشه گفت که آیا به اندازه کافی مشتری خواهد داشت که سودآور باشه یا خیر. به نظرم واقعیت مجازی در حالت محدود توی خونه هم تجربه خوبیه، ولی تجربه واقعیش یه چیز دیگه است، مثل فیلم که توی سینما ببینید. هدف ما هم همینه، میخوایم فضای ایجاد کنیم که مردم بازی کنن بدون اینکه لازم باشه وسایل خودشون رو جابجا کنن. ضمن اینکه خود واقعیت مجازی رو هم داریم پیشرفته تر میکنیم. با این شرایط محیطی که اضافه کردیم، مثل حرارت و باد و لرزش، تجربه واقعیت مجازی تجربه به مراتب غنی‌تر و کامل‌تری میشه. خب من از دنیای دیگه برگشتم، اما وقت خداحافظی رسیده. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید، به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب bbc فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.